مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله وأوصيائه وحججه وخلفائه وغيبة علمه ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا و به وجاهت حضرت بقیت الله که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مجده ازن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان و منتظران و نیز مسلمانان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. از مباحث حوزه مهدویت و موضوع امام عصر این است که و میتوان حتی به گونه دیگر تعبیر کرد که از القاب اون حضرت یا از شؤونات اون حضرت این است که اون بزرگوار در مجموعه روایات ائمه معصومین علیهم صلوات و رب العالمین ولی دم حضرت سید الشهدا محسوب می شود و منتقم خون حسین ابن علی ابن ابی طالب. در روایات شریفه ای که در تفسیر البرهان و نیز تفسیر کنز الدقائق و اگر ملاحظه بکنید تفسیر نور الثقلین روایات متعددی وارد شده است، در ذیل این آیه شریفه کریمه قرآن کریم که فرمود و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، طایفه ای از روایات وارد شده است که تأویل مظلوما اون کسی که مظلوم کشته شده است یعنی حسین ابن علی سلام الله علیه که چه کسی از او مظلوم تر و فقط جعلنا لولیه سلطانا ما برای ولی دمش قدرتی قرار می دهیم، گفتن اون ولی دم یعنی المهدی. ترجمان آیه واضحه، قرآن کریم می فرماید کسی که مظلوم کشته شود به ناحق ما برای ولی او ولی دم او قدرتی قرار می دهیم، به تعبیری حقی قرار می دهیم، خیلی خوبه دستون دارم، که قصاص بکند شخص قاتل رو، قاتل عامد رو. بعد قرآن کریم می فرماید فلا یسرف، صیغه نهی است، مبادا که زیاده روی کند، فلا یسر فی القتل، در قتل، یعنی اگر کسی پدر یک کسی رو کشت، یه نفر کشته شده، حق نداره به عنوان این که پدرش کشته شده بره عده ای رو بکشه. میدانید که آقایان اهل تسنن میگویند که قتل عمر ابن خطاب در اواخر ماه ذی‌الحجه بوده است و آنچه که تاریخ برای ما نقل کرده است این است که بعد از اینکه فیروز ایرانی خلیفه ثانی رو مجروح کرد و او سه روز در بستر بود تا جان داد و از این دنیا رفت، پسر او یعنی پسر خلیفه و متخلف به تقاص اینکه پدرش کشته شده چند نفر ایرانی رو در مدینه کشت، از جمله هرمزان که اصلا ربطی به این قتل نداشت، سه یا چهار نفر رو کشت و حال اینکه حق چنین کاری نداشت، یعنی به غیظ اینکه حالا پدرم رو کشتن افتاد و هر ایرانی رو که در مدینه دستش میرسید کشت. البته ایرانیانی که در مدینه هم میزیستن همین سه چهار نفر هم بیشتر نبودن، اگه شاید بیشتر هم بودن و بیشتر میکشت،
بالاخره عبیدالله ابن عمر ابن خطاب زد و کشت. و همیشه حضرت امیر سلام الله علیه پیگیر این قصه بودن، حتی در زمان خلافتشان که تو به ناحق هرمزان ایرانی رو کشتی، فیروز ایرانی پدرت رو کشته، تو چرا هرمزان رو کشتی؟ گناه کرد در برخ آهنگری بشتر زنن گردن مسکری. و او در دوران حکومت امیرالمؤمنین حراسید و ترسید که امیرالمؤمنین رو عقاب کنند، فرار کرد و رفت به معاویه پیوست و در جنگ صفین علیه امیرالمؤمنین می جنگید. عبیدالله ابن عمر، نه عبدالله ابن عمر. غرضم این است که قرآن نهی می کند که فلا یسرف فی القتل، اگر یه نفر کشته شده باید یه نفر رو در مقابلش بکشید. صد نفر کشته شدن صد نفر، و قاتل رو باید بکشید نه غیر قاتل رو. این چیزیش که قرآن کریم میفرماید. اما که چند مطلب به جای خیش باید تحلیل بشه. یکی این که شکی نیست که حسین ابن علی سلام الله علیه کشته شده است، این مسلم تاریخ است، و مظلومانه اون حضرت کشته شده و به ناحق و جائرانه و جابرانه و ظالمانه حضرت سید الشهدا کشته شدن. این در بین شیعیان که متفقون علیه، جمهور و اکثر سنیان معتقدن بله مظلوم کشته شده. عده‌ای از سنیان تندرو و گستاخ هم داشتیم که گفتن نه اصلا به حق کشته شده، ان الحسین قتل به سیف جده، رسما گفته که اصلا حسین ابن علی به دستور جدش کشته شد، چون جدش گفت هر کسی ولی امر مسلمین شد و امام مسلمین شد و خلیفه مسلمین شد، هر کی بلند شده اعتراض کرد بکشیدش. خب یزید همه باش بیعت کردن، حسین ابن علی بلند شده یاغی و طاغی بر امام مسلمین شده، باید به دستور پیغمبر میکشتنش، کشتنش. به این گستاخی گفتن رسما ان الحسین قتل به سیف جده. ولی خب نه، اکثر حتی مثلا سنیان معتقدن یا لااقل میگوین به زبان که حسین ابن علی مظلوم کشته شده. در این که شک نیست که امام حسین مظلوم کشته شده. صحبت سر این است که خب حالا وقتی مظلوم کشته شد طبیعتاً باید قصاص بشه و طبیعتاً باید انتقام گرفته بشه. خود اینجا چند تا بحث خیلی دقیقه، یعنی یه بحثی است که نیاز داره به دقت که آیا انتقام جویی اصلا خوبه یا نه، روحیه انتقام گیری خوبه یا یک روحیه جاهلانه است، یک روحیه مربوط به جاهلیت. اگر کسی به ناحق، کسی از کسان من رو کشت به ناحق، آیا این رو قصاص بکنیم و قتل او رو بخواهیم و پیگیری کنیم که او کشته بشه خوبه یا نه؟ خب الان میبینید که خب دخترکی بیچاره مثلا مورد ستم و تعدی یک مرد پریشان، یک مرد مثلا حیوان قرار گرفته و بعد او رو کشته، که قاتل رو امروز قصاص کردن، امروز یا دیروز قصاص کردن و کشتن. پدر او حق داشته که پیگیری کنه؟ اخلاقیش چجوریه؟ او باید انتقام میگرفت یا نه، یا باید میبخشید؟ قبلا من درس کردم در جای دیگری که حضرت زین العابدین سلام الله علیه میفرماد و حق من اساء الیک ان تعفو و ان، حق کسی که بر تو بدی کرده است بر تو. بابا یارو من بدی کرده، چه حقی به گردن من داره؟ امام سجاد در اوجی از اخلاق هستن که میفهمن اونم حق به گردن تو داره. خب حقش چیه؟ کسی که بر من بدی کرده، فهم حقش این است که ببخشیش. مگر این مگره خیلی مهمه، مگر این که اگر این آقا رو بخشیدم که به من بدی کرده باعث گستاخی و جرأت و جسارت او بشه. طرف آمده فرض کنید پول از بنده قرض گرفته، برده خورده و پس نداده، یا این مالی رو دزدیده، کیفتون رو دزدیده، پولتون رو زده، حالا در یک جای گیرش انداختن و پول می توانند بگیرن یا می توانند مثلا عقوبتش بکنند. یک کسی جسارتی به شما کرده، سیلی به شما زده، الان شما می توانید قصاص بکنید، خوبه که بزنید یا نه؟ اصل اولیه این است که اگر می بینم که این پشیمان واقعا و حالا یک غلطی کرده و گذشته و رفته، بهتر اینه که بگذرم از اون. ولی اگر میبینم امروز تو صورت من زده، دیده بعد مثلا خب اینم که گذشتن، فردا تو صورت یکی دیگه هم میزنه، امروز مال من برده، فردا مال کس دیگر هم میبره، امروز مثلا پول یک کسی رو خورده، فردا این براش عادت میشه. امام میفرماد در جایی که موجب تجری او میشه در استمرار این ظلم و استمرار این ستم، اونجا نه شایسته نیست که بگذرید. این یک. گاهی یک کسی
زده مثلا پدر بنده رو فرض کن که پدر بنده یک کاسه بوده کار خودشو میکرده، حالا این آقا آمدن مثلا زده پدر بنده رو کشته. خیلی خوب، حالا آوردنش جوانه، پشیمان شده، میگه آقا یه فرصتی بدید من برای جبران. واقعا پشیمان، شما میبینید که او پشیمانه، اگه ازش بگذرید به جای بر نمیخوره و حقم حق شماست. اما اگر یک کسی مثلا زد یه مرجع تقلید، یه استاد دانشگاه، یه پروفسور، یه وجود نافع برای جامعه، یه کسی که 100 شاگرد داشته، اینو زدن کشتن، حالا من که پسرشم، حق فقط حق من نیست. دقیق میفرمایید او یه جامعه رو محروم کرده از این علم، از این دانش. یه وقت هست کسی که داره ظلم میکنه، قتل انجام میده، تعدی میکنه، ظلم میکرده در حد خودش، یعنی بحث شخصیه. یک وقت هست که این ظلم دامنش یک جامعه رو گرفته، یه بلایی به جامعه بوده. واقعا یک کسی در یک جامعه گاهی یک نقشی داره که حذف شدن او از جامعه اینه که قطب راههای جامعه رو برداشتن، سنگ رو سنگ به هم بند نمیماند. خب این مساویست که مثلا بگیم حالا این کشته، مثلا طوری نیست. بنده بارها قبلا در جای دیگری عرض کردم که دقت بفرمایید، مسئله قتل، مسئله ضرب، مسئله شتم، اینها فقط به بعد فیزیکیش سنجیده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی تو گوشی زدن کار جالبی نیست، کار خوبی نیست، کار شایسته‌ای نیست معمولا. حالا اگر یک کسی آمد تو گوشی زد، دو تا جوانن با هم دعوا میکنن در خیابانی، جار و جنجالی پیدا شده، با هم درگیر شدن، یکی یه مش یا یه تو گوشی زد، این جوان تو گوش اون جوان، خب بده، بد کاری کرد. ولی اگر همین جوان آمد و در داخل خیابانی، بیابانی، هر جایی تو گوشی زد، اما این آقای جوان مثلا برومند 20 چند ساله تو گوش پیرمرد 70 ساله، هر دوتا تو گوشیه دیگه، اما کدومی که قبیح تره؟ عرف و عقلا نمیگیم مسلمان ها، شما در یک کشور کفر این کار انجام بدن، نمیگن آقا تو جوان بودی، این بنده خدا پیر مرد بود، کهنسال بود، ریش سفید، چرا تو گوش اون زدی؟ نمیگوین چرا؟ اگر این آقا آمد و تو گوش یک زن زد، بدتر. تو گوش یک زن بیپناه زد، بدتر. تو گوشی تو گوشیه، اما ببینید فرق میکنه تا به کی بزنید. آمد و تو گوش یک بچه یتیم زد، بدتر. حالا یه بچه یتیم 12 سالم بچه یتیمه، یه دختر یتیم 3 سالم یتیمه، رد تو گوشه دختر یتیم 3 ساله‌ای که قرآن گفته آقا فعمل یتیمه فلا تقر، به بچه یتیم میرسی، اصلا اخم نکن، با قهر و خشم با او برخورد نکن، تو چه برسه مثلا به کتک زدن تو گوشه زدن. پس ببینید، یا مثالی که همیشه میگفتیم این بود که یک ضربه شمشیر رفت بالا، اومد پایین، یک شمشیر بود، یک ضربه شمشیر، فقط یک حرکت بود، شد لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یک ضربه شمشیر رفت بالا و اومد پایین، بازم یک شمشیر بود، شمشیر ابن ملجم مرادی در سحر 19 رمضان سال 40، شد اشغل آخرین. هر دوتا ضربه است، هر دوتا ضربه شمشیره، تا کیو کشته باشی؟ دقیقی فرمایید چی عرض میکنم؟ قصه قتل امام حسین سلام الله علیه قصه این نیست که آقای کسی یه بابایی داشته، یه جدی داشته، یه عده دورشو گرفتن و زدن و کشتنش. خیلی خوب، حالا شما اگه قاتل گیر آوردی قصاص کن، حق داده خدا بهت که قصاص بکنی، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانه فلا یصرف فی القتل، زیاده روی نکن، در حد همون قصاص، و اگه بگذری هم عیبی نداره، این فرض عادیه. اما یک کسی که امام مسلمین را، خلیفه رب العالمین را، سفیر الله رو کشته، این چه فرق میکنه؟ به یه نکته الان دقیق و لطیف و ظریفی در این بحث رسیدیم. چه عرض کردم آخرین جمله بنده؟ سفیر الله. الان یه شهروند، فرض کنید که سعودی، یه شهروند سعودی رو مثال نزنیم، یهودی وارد این مملکت بشه،
یه کسی بفهمه این مثلا صهیونیسته، در یه جایی گیرش بیاره بزنه بکشش. ببینه این سعودی یه شهروند چینی وارد این مملکت بشه، نمیخوایم مثال مثلا چی بزن، شهروند چینی، شهروند مثلا فرض کنید که سعودی وارد این مملکت بشه، یه کسی بزنه بکشش، این یه بحثه. سفیر اون کشور رو اگر در این کشور کسی کشت، خیلی بحث. شما میدونید اصل حمله مغول به ایران سر چی بود؟ سر اینکه چنگیز خان مغول سفیر رو فرستاد پیش سلطان ایرانی و این سلطان ایرانی آمد براش پیامی آورد. سلطان غضبناک شد، دستور داد این سفیر رو بکشن. خب در هیچ جا سفیر رو حق ندارن بکشن، ولو پیام جنگ آورده باشه. سفرا رو هیچ وقت در طول تاریخ نمی کشتن. حتی شما می بینید مثلا پیامبر اکرم نامه می نویسن به خسرو پرویز در ایران، این میاد یه عرب به قصر خسرو وارد میشه و در مقابل او حاضر نمیشه سجده کنه و با گستاخی تمام میسته در مقابلش نامه پیغمبر رو با نهایت جرأت و جسارت و شهامت میخواند و خسرو نامه رو میگیره، پاره پاره میکنه، داد و بیداد میکنه، بد و بیرا هم میگه، اما او رو نمیکشه، چون سفیر را نمیتوانستن و نباید میکشتن حتی اگر پیام جنگ آورده باشد. اگر کسی سفیر کسی رو میکش، یعنی اعلان جنگ رسمی داده با طرف مقابل و جنگ آغاز میشد. کما این که وقتی سلطان ایرانی سفیر چنگیز خان رو کشت و نام رسان و پیک او رو کشت، چنگیز خان حمله کرد به ایران، بابا یه نفر رو کشته، بابا یه نفر رو کشته، اما سفیر ما رو کشته، یعنی اهانت به مجموعه ما کرده. سفرا همیشه محترم بودن. حتی عرض میکنم دقت کنید، حتی کسی که پیام جنگ آورده. لذا در زمان جنگ صفین بین امیرالمومنین و بین معاویه قبل از جنگ صفین شاید مدت یک سال نامه نگاری میشد و سفیرانی از سوی امیرالمومنین میرفتن پیام امیرالمومنین رو در اینکه معاویه پرهیز کن از جنگ و بترس از خدا یا مسلمین را به جان هم مینداز برای معاویه میبردن. سفرایی هم از طریق معاویه میامدن پیش امیرالمومنین، پیام معاویه رو میآوردن. اما سفیر معاویه که میامد پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین میفهمیدن که این مثلا مردک طرف معاویه آمده، بزنید بکشیدش. نه دیگه، پیام آورده، سفیره. سفیر حرمتش حرمت همون کشور، همون نظام، همون سیستم، همون سلطنت، همون هرچه که هست. بعد امام بر روی زمین چی کار است اصلا؟ سفیر الله فی الارض است. در زیارت پیامبر اکرم میخوانید السلام علیکه یا سفیر الله، در زیارت امام هادی یا امام جواد میخوانید السلام علیکه یا سفیر الله فی الارض. او حجت الله هست فی الارض، سفیر الله هست فلعز. میگن این آقا قائم مقام مثلا رئیس جمهوره، قائم مقام مثلا استانداره، حرمتش همون حرمته. ائمه ما قائم مقامان خدا بر روی زمینن. الحمدلله الذی من علینا به حکام یقومون مقامه لو کان حاضرن فل مکان. که اگه خدا قرار بود که مکانی داشته باشه و جسمی داشته باشه، ائمه ما قائم مقامان او بودن. و ائمه اینک خلفاء الله فی الارض، خلیفت الله فی الارض، جانشین خداست روی زمین، سفیر خداست روی زمین. همینجوری نیست که زده باشن یه فرد عادی رو کشته باشن و سرشو بریده باشن و سختم هست که حالا محرم نزدیکه، به بدنش اسارت کرده باشند و از تازانده باشند و سر رو من نیزه زده باشند و به تنور گذاشته باشند و به مثلا کارهایی که کردن، جسارتهایی که کردن. این که بس یک فرد عادی نیست، بس این است که با خلیفت الله چنین کردن، با سفیر الله چنین کردن. فرض کن پسر امام حسین آقای زین العابدین روحی له الفدا سلام الله علیه، یا حجت ابن الحسن آقای عالم، امروز اگر مثلا بفرماید که آقا من از حق خودم گذاشتم، بابای منو کشتید، مثلا اب نداره که کشتید، ما خیلی دریا دلیم گذاشتیم، خدا نمیگذاره، بابا سفیر من رو کشتن، خلیفه من رو کشتن. و انتهکت فی قتلک حرمت الاسلام، حرمت دین رو از بین بردن، حرمت اسلام رو بردن، قرآن رو اهانت کردن. در حقیقت قرآن فرموده بود لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، اینا با قرآن اهانت کردن.
رد قرآن کردن، اونا به چه وضعی؟ دقیق میفرمایید نکته کجاست؟ خب یک کسی ممکنه در بیاد بگه که چرا ائمه شما یا چرا شیعه اینقدر دنبال انتقام جوییه، چرا اینقدر کینه ورزید؟ کمان که در اندیشه های صوفیانه و تصوف پر زلالت این رو میگوین واقعا، چرا اینقدر شما افراد دوگ و پر کینه و پر خشمی هستید؟ حالا یه چیزی بوده، یه اختلافی بوده. بنده با یه شیخی از مشایخ صوفیه در حلب صحبت میکردم که به حضرت زهرا مثلا علاقه من بود. وقتی که مصائب بعد از شهادت پیامبر اکرم و قصه ظلم به حضرت زهرا و اهانتها و ضرب و شتمها و احراق و بیت فاطمه رو میگفتم و او رو به چالش میکشتم در بحث، میگفت عفالله عنهما، خدا بگذره از اون دوتا، بد کردن. خب حالا بد کردن، خدا عفو بکنه. چی خدا عفو بکنه؟ اینکه کسی بپرسه که آقا نظرتون نسبت به چنگیزخان و مغول چیه؟ نظرتون نسبت به آدولف هیتلر چیه؟ نظرتون نسبت مثلا نرون چیه؟ سزار، جولیوس سزار چیه؟ این خوناشامان دنیا. بعد بگیم که آها خدا کریمه، خدا بخشنده است، حالا خدای غفور و رحیم چی گیرش میاد که چنگیز خان رو مثلا، ما چی گیرمون میاد که خدا چنگیز خان رو عذاب کنه؟ اما تو واقعا بهش میگن آقا شما چه جوری هستی؟ شما اصلا وجدان داری؟ میفهمی؟ کسی بگن آقا صدام 6 میلیون شیعه رو کشته بود، اون وضع، اون همه جراری در حرم سیدالشهدا در یک روز 5000 نفر رو کنار زری کشتن. 5000 نفر آدم رو، نگیم 5000، بگو 1000 نفر آدم تو حرم سیدالشهدا کشتن، حرمت حرم رو، تمام حرم رو غرق خون کردن. بگیم خب حالا خدا کریمه، رحمت الله علی صدام، دریای فراوان نشود تیره به سید. از این تصوف معابی ها عارف که برنجت تونکا و از هنوز که در مزاق مثلا افرادی مثل مولوی فراوان این حرف هست. میگن حسین ابن علی خسروی بوده که از این بند قفس جان جسته و به خدا پیوسته، از قتل او هم روز عزا نیست، روز خودزنی نیست، روز گریه نیست، روز زاری نیست، روز شادخاری است، روز شادکامی است، روز پایکوبی است، روز سرور است. اینا رو میگن، رسما میگن. خب آقا اونایی که اونو کشتن، میگه خب نام از اون خدا از نام بگذره، ما که بخیلیم. چه حرفیه؟ این برخلاف وجدان هر انسانه. ببینید یکی از دلایلی و براهینی که قیامت لازمه و معاد لازمه چیه؟ همینه که برخی از جنایات هست که در این دنیا اصلا قابل جبران نیست، قابل جبران نیست. الان گفتن آقا مثلا یه جوان پریشان روح، پریشان فکری و هرزه‌ای، بچه مثلا 8-9 ساله مردم رو اینو برداشته به سرقت برده، بعد عرض می شود که با 50 ضربه شاقوین رو کشته. دیدید در اخبار؟ دیدید؟ خب پدر این و مادر این که یک عمر باید با داغ این بچه سر کنن، چه گناهی کردن؟ بعد بگیم خدا کریم. خدا کریمه چیه؟ نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، یا رسول الله به بندگان من خبر بده که من غفور و رحیمم، اما اینم خبر بده که عذاب من هم عذاب علیمه. همین قرآن میگه الا لعنت الله علی القوم الظالمین، همین قرآن بشارت میده ظالمین رو به عذاب علیم، به عذاب علیم دردناک، فرعون ها و هامان ها رو. پس چند تا بحثه، یکی این که حسین بن علی سلام الله علیه روحی لعالفدا کشته شده اند و مظلوم بودن، در این شکی نیست. آن که امام حسین رو کشته صرفا یک قتل انجام نداده که یه فرد عادی رو کشتن. کیو کشته؟ تکرار کنیم، سفیر الله را و خلیفت الله فی الارض. کشتن او، اهانت به او، اهانت به او، حتی یک سنگ پراندن به او، حتی یک سنگ پراندن، بماند که چه کردن، چه تیربارانی کردن و چه کردن با عزیز زهرا. فاحتقوا به من کل الجهات و اسقنوه بالجراح. خب حتی اگر یک سنگ به طرف او میپراندن، اگر تو یک خاک روبه به طرف او میپراندن، مثل اینکه به سر پیغمبر ریختن، اهانت کرده بودن به خلیفت الله. و تا ندانیم الله قاهر فاطر و سماوات و الارض، خدای قهار جبار، مگه شوخیه؟ جبار و سما همچون اهانت بکنن؟ مثلا فلان دولت، فلان حکومت، یک کسی مثلا الان سفیر بحرین رو بکشه،
میترسه دیگه که سفیرشو بکشه باش به جنگ در میاد، یا سفیر مثلا فرض کنید که یا قول بیشا خدا مثل امریکا رو میترسه دیگه، ترسش بیشتره چون قدرتش بیشتره. اینا چیه در مقابل خداوند فاطر السماوات و قهار و جبار فی السما؟ هیچ. سفیر خدا رو به بدترین وضع کشتن، نه او رو کشتن فرزندان او رو کشتن، نه او رو کشتن تبار او رو کشتن، نه او رو کشتن بچه شیرخوارش رو کشتن، نه او رو کشتن. چون گاهی کشتن پیامبر اکرم میفرمود وقتی کفار رو کشتید حق ندارید بدن یک کافر رو کشتید مسله کنید تکه تکه کنید، بدن خودش رو مسله کردن، بدن بندندانش رو مسله کردن. میدانید که در تاریخ اسلام، در تاریخ پیغمبر، این همه پیغمبر جهاد داشتند و رزم داشتند، نه در بدر، نه در حنین، نه در مصاف، هیچ کسی، نه یهود نه انود، هیچ کسی پیغمبر سر هیچ کسی از دشمنانش رو به نیزه نزد. بعد روزش شد به نیزه سر آن بزرگوار، شوخیه مگه؟ پس بس حق شخصی و یک نفر و کشته شدن یک نفر نیست که بگیم خب حالا مثلا زین العابدین عفو میکردن. ببینید زین العابدین گاهی یک کار عادی بوده، این در سیره امام سجاد آمده، قبلا هم بنده عرض کردم که در حلم امام سجاد آوردن که حضرت علی ابن الحسین غلامی داشتن، برده‌ای داشتن در منزل و این یه ظرف آب جوش جوش دستش بود و می آمد، نه روی اشتباه که مثلا داره میاد چشمش ندیده پاش گیر کرده به این کنج قالی سکندری خورده و ظرف از دستش چپه شده، نه رو شلختگی و دست با چلفتی بودن، روی بیاری و تنبلی یه جوری آمد که ظرف آب جوش از دستش در رفت و ریخ روی بچه شیرخان امام سجاد، یه بچه پسر شیرخان، آب جوش ریخ روی بدن بچه، بچه بر اثر شدت جراحت و سوختگی در جا مرد، سوختگی شدید با آب جوش و مرد. در احوالات امام نوشتن، شما هم شنیده اید که سر زین العابدین سلام الله علیه پایین بود، این که طرف خودش و امام رو میشناخت، در خانه امام کار میکرد، صاحبش رو میشناخت، میدانست با چه کسی روبروست، بلا فاصله غلامه شروع کرد آیه قرآن خوندن، این آیه شریفه والکاظمین الغیظ، در جا امام سر نازنینش رو بلند کردن، فرمود که کدام تو غیظی، قرآن ستوده کسانی که خشم خودشون رو فرو میبرن، شروع کرد آیه رو خوندن، تعریض میزنه که یعنی خشم نکنید بر من، امام فرمود کزم تو غیظی، بقیه آیه رو با پررویی تمام خوند، گفت والعافین عن الناس، امام فرمود که عفوتک، بخشیدم، و الله یحب المحسنین، ادامه آیه، امام فرمود که احسان میکنن تو رو آزاد کردم در راه خود. خب این بحث چیه؟ بحث شخصی، بچه شیرخواره بوده، چون هم پدرشه، اونم شلختگی کرده، بد کرده، اما حالا پشیمانه یا طلب، ببینید خودش داره طلب عفو میکنه، به زبان بی زبانی میگه بگذر از من، طلب عفو میکنه، امام میفرمان عفو کرده. یه بخش شخصیه، اما امام، خلیفه، حجت الله، شریک القرآن، معلم قرآن، مبین قرآن، قطب الروحا، بزنن بکشن، بعد عذرخواهی کردن، یزید عذرخواهی کرد، بله؟ یا چوب برداشت گفت لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء الخزرج من وقع الاسل لحلو وستحلو فرحن ثم قالوا یا یزید لا تشهد، یه جسارت کرد. عمر سعد پشیمان شد، شمر پشیمان شد، کی آمد بگه آقا ما را عفو کن؟ کی؟ کدام یک از اینها؟ پس این یک بحثه که حتی اگر از امام سجاد طلب عفو و بخشش می کردن، امام سجاد به عنوان حق شخصی خودشون می توانن بگذرن، اما حق مردم کجا رفت که زدن امام ما رو کشتن؟ بله؟ حق الله کجا رفت که آقا سفیر الله رو کشتن؟ اصلا ایشون بگذره، خدا مگه میگذره؟ خدا میگذره؟ نظام منتقم حقیقی
خون حضرت سید الشهدا کیه اولا و ابتداعا؟ خود حضرت حق. در 99 اسم حضرت حق جل و علا اسماء حسنا یکیش منتقمه، خدا انتقام میگیره. در آیات قرآن هم رسما گفته خدا انتقام میگیره از ظالمین. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه ظالمان است، انتقام خواهد گرفت. و من الله غافل، خدا غافل نیست اما یعمل الظالمون، از آنچه که ظالمین انجام میدهند. لبالمرصاد و در کمینگاه و انتقام هم خواهد گرفت. خب ولی او، خلیفه او، سفیر او رو بر روی زمین گستاخانه با نهایت گستاخی به نام او کشتن، یعنی الله اکبر گفتن و بعد سفیرش رو کشتن. خیلی مسخره است ها که سفیر خدا رو به نام خدا کشتن، دعای قربانی خواندن گفتن بسم الله و بالله، سر سفیر الله رو بریدن. خیلی ظلم عظیمیه ها. یک کسی بادگساری میکنه، مشروب میخوره، یک کسی میخواد مشروب و نجاست بخوره بگه بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ظلمش بالاتره. میخواد زنا کنه بگه بسم الله لای به امید تو، خیلی شناعتش بالاتره. گفت گر گناه میکنی اندر شب آدینه بکن که از آن صدرنشینان جهنم باشی. گناه همیشه بده، در شب جمعه و روز جمعه گناه چندین برابر گناه داره. گناه همیشه بده، در ماه حرام یعنی ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب گناه چندین برابر گناه محسوب میشه و بد محسوب. چرا؟ چون ماه حرام حرمتی داره، خدا گفته این حرمتی داره. حالا این آقا سفیر منه، حجت منه، خلیفه منه، الله اکبر گفتید و به او تازیدید، الله اکبر گفتید سر بریدید، الله اکبر گفتید جسارت کردید، الله اکبر گفتید ناموسش رو به غارت بردید، به اسارت بردید، معذرت میخوام، استغفر الله. دقت کردید نکته کجاست؟ که بیهوده سخن به این درازی نبود. قصه انتقام قصه ساده نیستن که حالا عفو بکنن دیگه، حالا چی میشه؟ سفیر خدا رو کشتن، خدا انتقام خواهد گرفت. به همین جهت در زیر این آیه شریفه و من قتلم مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، اهل بیت فرمودن مظلوم حسین ابن علی، ولی حضرت مهدی علیه السلام. یه سوال اینجا هست و اون سوال این است که حضرت سید الشهدا کشته شدن، قاتل که بوده است؟ قاتل مباشر یعنی مباشر قتل، اون کسی که او کشته مستقیم، شمر بوده و سنان بوده و خولی بوده است، این چند نفر بودن، و حرملت ابن کاهل بوده و امیر اینها عمر اسد بوده، اینه که واضحه، و امیر اصلیشون عبید الله ابن زیاد بوده و عامر نهایی یزید بوده. این مجموعه حضرت سید الشهدا رو به قتل رسوندن. خب مگر نمیدانیم که بعد از چند سال، یعنی بعد از قریب 5 سال، مختار ابن ابی عبیده ثقفی قیام کرده و شمر رو کشته، حرمله رو کشته، عمر اسد رو کشته، ابن زیاد رو کشته، فقط یزید از دستش کسر در رفته. اونم یزید بعد از سید الشهدا چندان نپایید و نبود، 2 سال بعد از سید الشهدا به درک رفت. اگه یزید هم بود شاید مختار یزید رو میکشت. و حتی اون 10 نفری که از تازاندن بر بدن عزیز زهرا، اون 10 نفر رو گرفت و اونها رو کشت، به طرز فجیع هم اینا رو میکشت. یعنی این چیزی که در فیلم مختار هست، اینا آمدن یه مقداری مثلا کمرنگترش کردن، بعد اینا رو میگرفت، بدنشون رو قطعه قطعه میکرد، میرفت تو دیگ زیتون. حالا ممکنه کسی الان بگه که مثلا شما میپسندید کار او رو؟ نه، کار مختار در این قسمت مطابق روایات ما نیست. یعنی اهل بیت خودشون این چنین انتقام گیری هایی قصاص داشتن. اهل بیت مثلا ابن ملجم رو امام حسن و امام حسین کشتن، اما یک ضربه که آی بدنش رو تیکه تیکه کنن، بجوشن، آتش بزنن، اینا رو اهل بیت نمیپسندیدن و یعنی بر طبق مدار قرآن. خب یک کسی ممکنه همین مطلب رو مطرح بکنه که خب مگر مختار انتقام نگرفت که حالا مهدی آل محمد مثلا صلوات الله علیه اجمعین بعد باید تشریف بیاورن و انتقام بگیرن؟ سخن همینه که جناب مختار انتقام گرفت،
اما بحث این انتقام همون چنان که عرض کردیم بحث این نیست که یه نفر رو کشتن خود یه نفر قاتل رو مثلا شمره رو زدن کشتن تمومه. بحث اینه که سفیر الله رو کشتن و حق این وسط ضایع شده، حق پایمال شده و احقاق حق باید بشه، احقاق حق نشده. اون حرمتی که دریده شده، اون حرمتی که نابود شده، اون حرمتی که له شده و پایمال شده او برنگشته. لذا جناب مختار خب این چند نفر رو کشت ولی بلافاصله بعد از او بنی امیه حکومت کردن. چقدر؟ 70 سال دیگه حکومت کردن. 70 سال دیگه حکومت کردن. 40 سال فقط، یعنی 35 سال دیگه در زمان امام سجاد اینو حکومت کرد. و حق حسین ابن علی احقاق نشد. حقش احقاق نشد. حالا مثال‌های متعددی هست که چون مصیبت از سید و شهدا قابل با هیچ مصیبتی نیست، بنده مایل نیستم مثلا مثال بزنم. خب یک سری حقا هم هست. شما زدید یه نفر رو کشتید، یک بچه یک عمر پدر نداره، یک عمر تلخی زهر یتیمی رو میشه. اینا کجا باید حساب بشه؟ باید قیامتی باشه تا خدا این انتقام رو بگیره؟ مثلا فرض کن ما مختار رو میگم، صدام رو گرفتیم، اعدامم کردیم، اما واقعا انتقام از صدام گرفته شد؟ یک قیامتی باید باشه که حق حقیقی انتقام از صدام رو خدا در محکمه عدل خودش در روز قیامت بتواند بگیرد از هر جراری. یه نفری مثلا 10 نفر رو کشته، 100 نفر رو کشته، محکومش میکنن به 25 بار اعدام. 25 نفر کشته میگن اما یه نفر یه دفعه که بیشتر نمیتونی بکشیش دیگه، کشته دست در رفته دیگه. قیامتی باید باشه تا عدالت حقیقی اجرا بشه و هر کسی تقاص عملش رو فمن یعمل مثقال ذره شرا یره بچشه و ببینه. یکی از براهین لزوم معاده. حالا نسبت به سید و شهدا این ظلمی که رفته، این جراری، این خوناشامی، این کشتار وحشیانه، این چیزی که انجام گرفته، مختار که نتونسته احقاق حق بکنه و نکرده، یه چند تا از این قتله حرامزادگانی مانند هرمله و شمر رو کشته اما احقاق حق نشد. یزید که تقاص بس نداد، یزید که قصاص نشد. حتی اگر یزید رو هم میگرفت و میکش بازم مسئله همین بود. تا اینجا یکی از بحثایی که هست اینه که شخصی میگه خدمت امام رضا بودم، عرض کردم خدمتشون که یبن رسول الله مگر قرآن نمیفرماید و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل؟ امام فرمودند بله. گفتم این آیه نسبت به کیست؟ فرمود عرض کردم من قتل مظلومن حسین ابن علی است و ولی او مهدی ماست. من عرض کردم که یعنی چی؟ فرمود که این آیه در قرائت ما اهل بیت صیغه نهی نیست، خبر است. یعنی چی؟ یعنی در تلاوت ما و در قرائت ما اهل بیت این است که و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. کسی که مظلوم کشته شد ما برای ولی دم او سلطنتی و قدرتی قرار می دهیم که قصاص بکند و بدانید که او زیاده روی نخواهد کرد. گفتم یعنی چه؟ فرمود یعنی مهدی ما زمانی که قیام کند کسانی را می کشد به جرم قتل ابی عبدالله که شمارگان اونها چندان است که بعضی ها می گن زیاده روی کرد، زیاده روی کرد در این انتقام گیری. قرآن خبر می دهد که فلا یسرف فی القتل، نخه زیاده روی نمی کند و نخواهد کرد. بعد این راوی آدم تیزهوشی بوده و آدم زیرکی بوده و ممنون اوییم که چنین سوالی از امام رضا کرده. میگه من به حضرت رضا عرض کردم که آقا مهدی شما زمانی که به پاخی زد با کسانی که معاصر خواهد بود و هم دور خواهد بود، اینا که کربلا نبودن. مدت ها بعد از قصه کربلا است. کی داری این سوال رو میپرسه؟ مثلا در سال 200 کربلا کی اتفاق افتاده؟ سال 61. الان چقدر مثلا گذشته؟ 140 سال. میگه آقا 140 سال پیشی که اتفاق افتاده، مهدی شما هم تا بیاد الان کی و چه جوری چند سال میگذره؟ اونایی که میخواد بکشه که اینا تو کربلا نبودن، خب چه جرمه اونا رو میکشند؟
یزید و شمر و نمیدونم هرمله و این قتله ابی عبدالله، اینا که در قبرن رو در گورند و هفت کفن پوسندن، اونا که چی میخواد بکشه؟ اونایی هم که هم دوره او هستن که در کربلا نبودن، چجوری میکشه؟ امام فرمودن که بلی، اما مگر نشنیدی که پیامبر اکرم فرمود من رضیه به عمل قومن فهو منهم، هر کسی راضی به عمل یک قومی باشد. دقت کنید این بحثی که وارد میشم تا حالا در جای عرض نکردم و این بحث خیلی مهمه، این تکه ای رو که الان عرض خواهم کرد تا به حال در تا این 25 سال 27 سال هیچ جایی عرض نکردم، حتی در کلاس های درسی. خیلی این بحث مهمه، خیلی مهمه و دقیقه، که امام فرمود که پیامبر فرموده است هر کس به عمل قومی خوشنود باشد از آنان محسوب شود. بعد فرمود اگر در شرق عالم یک کسی رو کشتند و در غرب عالم یک کسی گفت الحمدلله و راضی بود و خوشنود بود به قتل او، اگر به حق او رو کشته باشند در ثواب شریک، اگر به ناحق کشته باشند در خون او شریکه. بعد فرمود اینانی که مهدی ما اونها رو میکشد در کربلا نبودند، بله شمر نبودند، سنان نبودن، این کسان دیگری هن. اما راضی و خوشنود بودن به کار شمر و سنان و حرمله ها و یزید ها، لذا اونها رو می کشد. اینجا که عرض کردم تو این 27 سال تدریس یا منبر تا به حال عرض نکردم اینه که خب آقا یک عده‌ای هستن، فرض کنید امروز امام زمان ظهور میکنن، یک عده‌ای هستن که راضی هند به قتل امام حسین، بله واقعا هم هستن، ما امروز هم ناسبی هایی داریم در دنیا که روز عاشورا جشن میگیرن و مسرورن و عرض کردن رسما میگن که کار خوبی کرد یزید که حسین ابن علی رو کش، به دستور جدش کشتن، یاغی بود باقی بود باید میکشتن و روز عاشورا هم فرحت بهی آل زیاد، الان هم شادمانن، الان عروسی میگیرن، الان روزه میگیرن. خب آیا امام السلام الله علیه که میان مثلا یک عده ته دلشون این است که خوب شد که حسین ابن علی کشته شد، امام زمان هم بلا فاصله میان به اصحابشون یا خودشون میگن بیخ خیر اینا رو میگیرن و یالله میخوابانند و ذبحشون میکنن؟ نه، نه. مسئله اینه که وقتی امام السلام الله علیه ظهور بفرماین، کسانی که یزیدیانن و هواداران یزیدیانن و میپسندند کار یزید و صوفیانیان و امویان را، یعنی همین ناسبیان، اینها با امام عصر می جنگن و گلاویز می شوند. دقیق می فرمایی چه نکته ظریفی داره، چقدر تفاوت می کنه. خودمونا با امام درگیر می شن. الان اگر بنده رفتم یه آقایی را مثلا با فکر داعشی، با فکر ناسبی، با فکر وهابی یه جای گیر آوردم و یالا یه چاقو در آوردم و زدمش تو شکمش و یا سرش مثلا مثل خود اونها که وحشیانه سر میبرند و ذبح میکنن، کشتم و گفتم که آقا تو راضی بودی به قتل امام حسین، این یه بحثه. یه بحث اینه که الان ما با داعش درگیریم و داریم از ما میکشد، میبینید که چیکار میکنه، دستش برسه حرم ها رو خراب میکنه، دستش برسه ناموس ما رو میبره و با ما درگیر شده و با ما داره میجنگه، هر جا دستش برسه زن و بچه و خود ما رو میکشه، تیکه تیکه میکنه، تونست ذبح میکنه، تونست به تیر میزنه، تونست منفجر میکنه، هر کاری بتونه میکنه، پس محاربه با ما، یعنی در حال جنگیه، میگیم کافر حربی. فرقی هست بین کافر ذمی و کافر حربی. با یک کفاری شما صلح کردید، کاری به شما نداره، با یک کفاری در زمره حکومت مسلمانان و جزیه میپردازن، مالیات اسلامی میپردازن، یک کسانی کافر حربی هن، یعنی قوم کافری که با شما درگیر شده میجنگد، مثلا ارتش میانمار امروز که با مسلمان ها داره رسما میجنگه، خب اینو که شما بزنید و باش بجنگید و بکشید که این قساوت نیست، این غیر عدالت نیست. امام از که ظهور بفرماین انشاءالله، ناسبیان، یزیدیان، کسانی که شمریند و همچون شمرند و میپسندند و خوشنودند از قتل حسین ابن علی و راضیند به قتل حسین ابن علی، با امام از گلاویز خواهند شد، درگیر خواهند شد، خواهند جنگید. نماد اونها، نمود اونها کیه؟ خود سفیانی. اصلا سفیانی کیه؟ سفیانی یکی از بنی امیه است. سفیانی یک نفر نیست که با امام زمان درگیر میشه. سفیانی وقتی که قیام بکنه کورات خمس شام، یعنی همین یه بخش زیادی از فلسطین، یه بخش زیادی از سوریه و از اردن رو، اینا همه رو خواهد گرفت
و لشکر بزرگی داره که با لشکرش ما امام زمان میجنگه. یه لشکر فقط میفرسته طرف مکه و مدینه، یعنی انقدر لشکر فراوان داره. یه چیز سوپر داعشه، یعنی بالاتر از داعشه، ورژن جدید داعشه که داعش در مقابلش هیچی نیست. خب او که وارد جنگ با امام زمان بشه، سپاهش همه یزیدیانن، سپاهش هم آنانن که خوشنودن به قتل حسین ابن علی، و امام زمان البته اون سپاهیان رو میجنگد با اونها و از اونها میکشد، فلا یسرفو فی القتل. حالا از اونها مثلا 1000 تا کشته بشن، الان از داعشیان 10,000 تا کشته اگر بشن، شما میگویید که اسراف و خونریزیه و عرض کنم خدمت شما که زیاده رویه و ناعادلانه است کشتن داعشیان. کی الان در دنیا هست که بگه آقا داعشی که یک عده رو خفه کرد، یک عده رو منفجر کرد، یک عده رو با اره برقی سر برید، دیدید کاری که کردن. الان کشتن داعشی در کل نظام انسانی موجود دنیا کار ناعادلانه است؟ یا میگن آقا ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود با گوسپندان، اینا رو باید کش. پس فعل بداهه هم اینجوری نیست که بگیم که خب حالا امام عصر که تشریف میارن، یک عده تو خونه هاشون نشستن دارن کتاب میخونن، میگن خوب است که یزید ابن معاویه حسین ابن علی را کشته است، بعدم امام عصر میان اینها رو شروع میکنن به سلاخی. نه، اینجوری نیست. همانها باز هم جریان در لشکر سفیانی اند و نور ستیزی میکنن و هرزگی میکنن و کشتار میکنن و اونها به شیعیان و به امام عصر حمله میکنن، اما همونها کسانی هستند که الرازون به قتل حسین، اونها یزیدی هستند و البته امام عصر اونها رو میکشن. اگر امام عصر سلام الله علیه اینها رو بکشند، کسانی که راضی به قتل امام حسین و فکر یزیدی رو بکشند، فکر اموی رو بکشند و نابود بکنند، بعد که حکومت امام عصر و خلافت امام عصر بر زمین مستقر میشه، سفارت الله برمیگرده، خلیفت الله مقام خلافت اللهی، مقام سفارت اللهی احقاق میشه، در نتیجه انتقام گرفته شده، در نتیجه انتقام دنیوی گرفته شده، باز انتقام اخروی و حق الله به جای خود باقی است که بگیم خب حالا مثلا اگر شم رو مختار زده کشته، دیگه تو قیامت مثلا شم مشکلی نداره. نه، اون حق اللهه و حق الله در قیامت خودش احکم الحاکمین است و به کار اونها خواهد رسید و اونها رو عقاب خواهد کرد. پس برمیگردیم به موضوع که حق حقیقی انتقام رو مختار نمیتوانست انجام بده، چون انتقام فقط این نبود که سر امام حسین بریده شده، انتقام فقط این نبود که مثلا علی اصغر امام حسین کشته شده، حد که حرمت سفیر الله و حد که حرمت اسلام. لذا توصیه میکنم نزدیک محرمیم، در طلیعه محرمیم، حتما دوستان در این ماه مبارکه، در این ماه پرغمه و به یک معنا البته مبارکه، چون باعث پاکیزگی ماست و بهار مودت ماست و اظهار ماتم ماست، بهار یحزنون لحزننا، و از این جهت البته برکت داره محرم. انشاءالله محرم رو درک خواهید کرد، زیارات رو خیلی مغتنم بشمارید و زیارت عاشورا که میخوانید و زیارت امام حسین حتما سعی کنید ماه محرم هر روز زیارت عاشورا رو بخوانید، تکیه بر مفاهیم و فهم مفاهیم رو داشته باشید. امروز ما میبینیم که مثلا نابخردانه میگن شیعه چسبیده به دو رکن عزاداری و زیارت و فرامین اهل بیت رو رها کرده، لذا عرض میشود یک اندیشه مستهجن چنینه چنان اهانت میکنن. این اثر نادانی است که یک کسی بگه شیعه چسبیده به زیارت و چسبیده به عزاداری، لذا به درک و شعور و تبعیت و تقوا و پیروی از اهل بیت نرسیده. این حرف از خامی است، این حرف از ناآگاهی است و خدا واقعا هدایت کنه و فهمی بده به کسانی که چنین ژاژخایی میکنن. حقیقت این است که کلید تمام معارف و عمده معارف در زیارات ما نهفته است، لذا اهل بیت اینقدر تاکید دارن، و کلید رشد انسان و رمز رشد در گریه بر سید الشهدا است. نه این است که بگوییم گریه بر سید الشهدا رشد ایجاد نمی کند، اصلا رشد بدون گریه بر سید الشهدا انجام
نمی شود. بنده در جای دیگری گفتم طرق سیر سلوک در ایران زمین و در بین شیعه دو طریقه. یک طریق طریق عرفاست که از جولا شروع می شود و از آقای قاضی شروع می شود و شاگردان آقای قاضی و ملا حسین قلی همدانی و بهاری و اینها تا بیایم برسیم به علامه طباطبایی و حضرت آقای بهجت و به این شمارگان این سلسله. این یک طریقه. یک طریق هم مثلا طریق مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی بوده یا طریق آسد موسای زرآبادی بوده و عاشق مشتبای قزوینی بوده و این سلک. این دو طریق سیر، این دو طریق قرب الالله، تهذیب، تزکیه نفس در شیعه بوده و اوجش این دو طریقه دیگه. یا این طرفی شما یا اون طرف، به هر حال یکی از این دو طریق. هر دوی این دو طریق بزرگانشون گفتند بدون اشک بر امام حسین نمی شود در سیر الالله پیش رفت. از آقای قاضی نقل کردن که علامه طباطبایی نقل کردن از آقای قاضی گفتند بدون زیارت عاشورا خوندن و بدون اشک بر امام حسین نمیشه طی طریق الالله کرد، نمیشه به جایی رسید. این که این طریق. طریق ما استاد ما مرحوم آیت الله آقای اسد محمود مجتهد سیستانی که شاگرد عاشق مجتبی بود، عاشق مجتبی هم شاگرد اسد موسای زرآبادی اون مرد عجوبه و هم شاگرد امیرزا مهدی اصفهانی بود، به خود بنده فرمود وقتی که مثلا من خیلی جوان بودم، فرمودن بدون امام حسین کسی به جایی نمیرسد، بدون اشک بر امام حسین به جایی نمیرسد، بر سینه تا نزنی کی رسد دلت به خبر، ای بی خبر ز قصه شرب مدام ما. به جایی رسیدن با تکنولوژی فرق میکنه. این آقا که میگه هر کسی به جایی رسیده است، یعنی در بندگی الالله، در طریق الالله، در بندگی خدا، در قرب الالله، در سیر سلوک هر کس به جایی رسیده است، از نوکری امام حسین رسیده، نه در تکنولوژی فناوری مادی. اصلا اصل حرف رو نفهمیده بیچاره. دل انسان برای بعضی ها میسوزه که اینا لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن نمیفهمن، چشم دارن نمیبینن. دقت میفرمایید؟ بنابراین این که کسی بیاد بگه که آقا مثلا در جلسه عزاداری با رشد با اشک و عزاداری که نمیشه، خب این متوجه نیست که از قضا برای این که نهال معنویت در سرزمین دل انسان بروید فقط با اشک آبیاری میشود، فقط با اشک. لذا در مناجات های زین العابدون ائمه ما میبینیم نیمه شب میگوین اللهم اعنی علی البکا علی نفسی، خدای کمکم کن بر خودم بگریم، یا رب دل پاک و قلب آگاه هم ده، عشق سحر و آه شبانگاه هم ده، در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راه هم ده. عشق، عشق نیمه شبی این دل رو می رویاند. اصلا قنچه معنویت در دل انسان بدون عشق نمی روید. تا نگرید طفلک خرما فروش، دیگه رحم حق نمی آید به گوش، نمی آید به جوش. دقیق می فرمایی؟ اصلا نفهمیده قصه عشق بر امام حسین رو که میگه آقا رشد با عشق و سینه زنی به دست نمیاد، آدم باید تو مجلس امام حسین دنبال رشد و معرفت باشد. اگر معرفت می داشتی این سخن از تو صادر نمی شد، چون متن زیارت نامه های ما معرفت نامه است، حکمت نامه است، معرفت امام، حکمت حقیقی خیرن کسی را تو همین زیاراته. ای کاش ما می چسبیدیم به فهم و درک زیاراتمون. و در پایان سخن این رو باید عرض بکنیم که قصه انتقام خواهی از خون حضرت سید الشهدا نه تنها امر مذموم کین جویی تعصبی تنگ نظرانه نیست، بلکه آرمانی بلند است که در زیارتی به بلندای و زیارت عاشورا شما دو بار در بین این زیارت تمنا می کنید که همراه امام عصر باشید در طلب سار امام حسین. دو بار از خدا می خواهید و ان یرزقنی طلب از سارک مع امام منصور
من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. می خواهیم از خدا که من همین توفیق رو داشته باشم که زمانی که امام از خونخواهی می کنن و انتقام حقیقی می گیرن، منم در این کار مهم شراکت داشته باشم. خوشحال اون زمان نبودم اینا که زیارت عاشورا خواندند و امروز در قبر خفتن، چه فایده ای براشون داشت؟ همین تمنی که باز امام رضا فرمود من رضی به عمل قوم فهو منهم، هر کسی به عمل قومی راضی باشد از آنان شمرده شود. همینی که تو دلت بگی کاش من بودم کربلا، اون لحظه ای که تکه زده بودی به نیزه غریبی و صدا می زدی هل من ناصر ینصرنی، خدایا می دانی بر ما سخت گفتن حتی این جمله ها، شاید سخت ترین. ببینید اون لحظه ای که فرمود آیا کسی هست مرا یاری کند، طبیعی بود، تنها مونده، بی کس مونده، هیچکی نیست، علمدارش نیست، همه رفتن، تنها مونده با یه لشکر دشمن، طبیعیه که داد بزنه که خدایا آی مردم کسی نیست مرا یاری کند. اما جمله دوم اونقدر حزن انگیز بود که تا صدای حضرت به جمله دوم بلند شد، فاصله است تا خیمه ها، خانم ها، زینب کبرا، خواهرانش، دخترانش این صدا رو که شنیدن، از توی خیمه ها صدای واویلا و محمدا و گریه بلند شد. اون جمله چه بود؟ یا رسول الله، یا بقیت الله، هل من زاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست از حرم و ناموس رسول خدا دفاع کن؟ اونقدر خانم ها شیون کردن و گریه کردن که امام قطع کردن کلامشون و با اس برگشتن آمدن دم خیمه، فرمودن تا من زنده ام گریه نکنید، به تعبیر من طاقت گریه شما رو ندارم، فرصت ها خواهید داشت بعد از کشتن من برای گریه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به دم المظلوم یا رب، به حق الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنیه و به اولاده و اصحابه و قبره و صاحبه و زواره و محبیه، نجنا من الغم الذی نحن فیه به فرج ولیک و حجتک فی ارضک. اللهم اجل فرجه، اجل ولیک الفرج و العافیة و النصر، مد فی عمره الشریف، زین الارض بطول بقائه. اللهم وفقنا بالبكاء والابكاء على الحسين، وفقنا بإقامة العزاء. اللهم جعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. صلواتي بفرستم.